سلام، با یکی دیگر از درس های گرامر زبان انگلیسی از چینل CBA خوش آمدید. در این درس ما استفاده از every, everyone, everybody و everything را با هم بررسی میکنیم. پس آخرین ویدیو همراه ما باشید. دوست عزیز، مثال های A و B هر دوش در واقع یک معنا را میرسانند. مثل مثاله را با هم میخوانیم. Every student has a book. یعنی هر شاگرد یک کتاب داره. مثال بیر دقت کنین. All of the students have books. تمام شاگردا کتاب دارن. چه بگویم هر شاگرد یک کتاب داره، چه بگویم تمام شاگردا کتاب دارن، هر دوش در واقع یک معنی می رسانن. اما فقط این دو جمله از لحاظ ساختار با هم فرق می کنن. یعنی بعد از every باید همیشه ما از singular noun و singular verb استفاده کنیم. طوری که میبینین در جمله اول ما بعد از every student داریم. Student چی هست؟ singular noun. و has داریم. Has چی هست؟ singular verb. پس ما بعد از every از singular noun و singular verb استفاده کردیم. بعد از every ما نمیتونیم از plural noun یا plural verb استفاده کنیم. پس فوراً بعد از every ما از singular noun استفاده میکنیم، نه plural noun. این جمله ما اشتباه هست. Every students have books. چرا این جمله اشتباه هست؟ به خاطر که بعد از every ما از plural noun استفاده کردیم، students دادیم. به همین دلیل جمله ما اشتباه هست. Every فقط بعد از every ما میتونیم از singular noun استفاده کنیم، نه plural noun. و همچنان دقت داشته باشید که فوراً بعد از every ما از of استفاده کردن نمیتونیم. پس این جمله غلط است که بگویم every of the students has a book. به خاطر که ما بعد از every از of استفاده کردیم. فوراً بعد از every ما of را دادیم، در حالی که این کار اشتباه هست و بعد از every ما باید از singular noun استفاده کنیم، نه of. جمله های سی و جی اینا یک معنی رو می رسانن. با هم می خوانیم. Everyone has a book. یعنی هر کس یک کتاب داره. Everybody has a book. یعنی هر شخص یا هر کس یک کتاب داره. چنان که می بینین هر دوی این جملات یک معنی رو می رسانه و بعد از everyone و everybody ما از چه استفاده می کنیم؟ از singular verb. ببینیم که آیا singular verb استفاده کردیم یا نه. بعد از everyone میبینیم که has است. Has چی است؟ singular verb. بعد از everybody در جمله D ما has داریم. بنابراین هم بعد از everyone و هم بعد از everybody ما از singular verb که has هست استفاده کردیم. یک تفاوت هم بین جمله C و D هست. و او تفاوت ای است که جمله سی را معمولا ما در نوشتار استفاده می کنیم. Is more common in writing. یعنی ما از ای در نوشتار استفاده می کنیم، در حالی که اگر جمله ما everybody داشته باشه ای را ما در گفتار استفاده می کنیم. یعنی جمله دی is more common in speaking. در گفتار استفاده می شه از everybody، در نوشتار استفاده می شه از everyone. Everything یعنی همه چیز یا هر چیز، یعنی each thing. I looked at everything in the museum. یعنی ما در موزیم به همه چیز سیل کردم. همه چیز را سیل کردم. به دنبال everything ما از singular verb یا از فعل مفرد استفاده می کنیم. مثلا everything is okay. یعنی همه چیز خوب است. Everything is okay. ببینین بعد از everything ما از singular verb که is هست استفاده کردیم. رسیدیم به پایان درس امروز و مثل همیشه با یک کویز درس خود را به پایان میرسانیم. برای پاسخ دادن به کویز لطفاً ویدیو را پاس یا استاپ کنید. Choose the correct completion. انسر کی در مقابلتان قرار دارم، میتونین جوابای خود را با انسر کی مقایسه کنید. بسیار تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. لایک، کامنت و شیر فراموشتان نشود. تا ویدیو و درس بعدی، خدا نگهدار.